غذای خیلی خوشمزه امروز اون کباب شش تاوک بود که بسیار مواد خوشمزه‌ای داره، خیلی هم ساده است. سینه مرغ هست به میزان 1 تا 2 عدد، حدودا 300 تا 400 گرم. پوره گوجه فرنگی حدودا 1 تا 2 قاشق غذا خوری. البته اگه دوست داشتین سس بیشتری داشته باشه تا 1 پیمانه هم میتونیم اون اضافه کنین. قارچ هست که قارچ دکمه استفاده میکنیم، حدودا 200 تا 300 گرم. پیاز 1 عدد متوسط، سیر 2 تا 3 حبه و همچنین فلفل دلمه سبز یا رنگ‌های مختلف میتونید استفاده کنین 1 تا 2 عدد. کمی هم میتونین از ادویه کاری استفاده کنین، طعمش لذیذ میکنه، نمک، فلفل و کمی هم روغن برای اینکه اون رو وکیوم کنیم. تو قسمت بعدی میگیم چه اتفاقاتی میفته. منم برم ببینم این آقای یکتا کجا رفت و برای چی رفت و چه اتفاقاتی افتاد. میبینم تو سلام یکتا، شما که رفته بودی که رفته بودم. مرد حسابی، آدم به زنش به بچه‌هاش احترام میذاره، که من به خانومم احترام گذاشتم. صبح که داشتم میامدم یه کاغذ به من داده، الان تلفن کرد که خرید کردی یا نه. گفتم الان میخرم میام. من همیشه احترام میذارم. آفرین. حتی بچی هم که بودم به پدر مادر، با اونا دیگه جای خود داره. بله باز اومدم کمک شما بکنم، اشکال نداره. نه در خدمتی. از شما بزرگتره آدم این چیزا رو یاد میگیره که همیشه باید به خانواده احترام بذاره، به خانواده احترام مضاعف بذاره. بسیار عالی. تو قسمت قبلی مواد اولیه رو گفتیم، حالا رسیدیم به اونجایی که مواد اولیه‌ام رو با هم مخلوط بکنیم، آمادش کنیم و بریم بقیه ماجرا. من اول دستکش دستم بکنم عموجان که کاملا نظافت رو رعایت بکنم. بسیار عالی. همچنین که دستکش دستم میکنم، ما سینه مرغ رو باید به صورت حبه قندی درشت خرد کنیم و همچنین قبلا هم دیدین فلفل لرمه رو خرد شده آماده کردیم. پیاز، سیر، گوجه، البته پوره گوجه رو به همچنین با پودر کاری رو داخل بلندر یا میکسری که آماده کردیم می‌ریزیم تا یک سس خوشمزه رو آماده بکنیم. من داخل این ظرف بریزم اینو. نه مقدار رو ریخت بیرون. اینو میبخشید بندازش کنار. آره همین الان تمیزش میکنم. همینجوری میبرم. شما نظافتم رعایت میکنید کامل. پیازم داخلش میندازیم به اضافه سیر رو و اون رو بلند میکنیم. من این دستمال بردارم و این رو تمیز کنم. حتما این رو تمیز کنم. اجازه بفرمایید من اینو تمیز کنم. خب وقتی که این کار انجام دادیم، این ظروف اضافه‌مون هم میذاریم کنار و میریم سراغ مزه‌دار کردن، در از خرد کردن مرغ و بعد مزه‌دار کردنش. این رو به صورت گفتیم حبه قندی درشت، یعنی چجور؟ اون رو به صورت نواری درشت خرد میکنیم و بعد سه تکش میکنیم. این رو هم همینجور سه تکش میکنیم و میرسیم به آخری و اون رو تکه تکه میکنیم و میذاریم کنار. بعد با سوسی که آماده کردیم اون رو مزه‌دار میکنیم. و این که رسیدیم به قسمتی که عمو جان کباب ها رو به سیخ بکشیم. اولا بگم که شیش تاوک یعنی چی؟ یعنی که کباب در از جوجه سیخی. شیش به معنی سیخه و تاوک هم به معنی جوجه. خب رسیدیم به این که این شیش تاوکمون رو آماده بکنیم. سیخا که 7 سیخ ما داشتیم، 7 سیخ جوجه داریم توی این کباب پزه، اون 7 سیخ کوبیده داریم. از سیخ جوجه ایش استفاده میکنیم. یه دونه جوجه به سیخ میکشیم، یه دونه فلفل دلمه، یه دونه قارچ. قارچی که قبلا توی آب یه ذره گذاشتیم یه ذره نرم شده که دیگه قارچه وقتی که میخواییم به سیخ بکشیم اون در اصل ترک نمیخوره و اصلا باز نمیشه. دوباره یه دونه مرغ و یه دونه فلفل دلمه و یه دونه هم قارچ. همینجوری میریم سراغ سیخ بعدی. این کباب‌پز ما به خاطر اینکه قسمت بغلیش در است، 2 تا قسمت جدایی جدا داره که در میشه، اینا هر کدوم میشه براش استفاده کرد. از اینکه کبابتون آماده بشه بذاریم روش یا اینکه نه وقتی میخوایم کبابونم درست کنیم بذاریم اونجا، در اصل ایستگاه انتظار کباب شدنه. بریم سراغ یه سیخ دیگه. یه سیخ دیگه آماده کنیم. بله دوباره همین صورت. بله و یه دونه قارچ، باز هم یک جوجه، یک فلفل دلمه و یه قارچ. حالا من این دوتا رو بذارم روی کباب پزمون تا بعد بقیه رو به سیخ بکشم. اولی رو میذارم، دومی هم میذارم تا بقیه کباب رو بذارم. خب کباب رو گفتیم، به اینجا که گفتیم کبابمون رو چجوری گذاشتیم و چجوری آماده میشه، تو قسمت بعدی با چیدمان میرسیم خدمت همه خوبای ایرانی. آقای یکتا به ما کمک میکنه. آنی پس میبینیمتون تو قسمت بعدی، چیدمان و بعد خوردن و بعد خیلی اتفاقات خوب. خداحافظ. انشالله بزن داری.
غذای ما این کباب شش تاو که من آماده شد. اما بگو چجور شده؟ خوب شده؟ عالی شده. چون مثل پیکنیک. عالیه. واقعا این کبابمون فوق العاده است برای اینکه باهاش بریم پیکنیک. حاضری جمعه با هم دیگه بریم پیکنیک با بچه‌ها؟ میشد. چه شرطی؟ خانواده. چرا که نه، حتما. ما همه مسافرتامون در از گشت و گذارامون با خانواده است. با خانواده که خوش بگذره. 100 درصد. بچه ببرم اونو ببرمایید. عالی عالی، خیلی هم عالی. پس کبابمون آماده شد. حتما تو منازلتون این غذا رو درست بکنید. امروز من از همه خوبای ایرانی اینجا خداحافظی میکنم. ببینه به پز رو دیدید. امیدوارم تا اینجای برنامه رو با ما دنبال کرده باشید. قسمت‌های دیگه هم همدیگر رو میبینیم. راجع به غذاهای جدید با ما صحبت بکنید. قرار خیلی اتفاقات خوبی برای ما تو این برنامه بیفته. مواظب خودتون و مهربونی خودتون باشید. خدا نگهدار. همه ما هم. خدا نگهدار.